درود بر شما همراهان ایندیپندنت فارسی. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری در توییتی شاهزاده رضا پهلوی را فردی بدون ملیت خوانده. آیا اصالت ایرانی برای کسب مقام‌های دولتی و سیاسی در جمهوری اسلامی ملاک است؟ در این زمینه با آقای عبدالرضا احمدی تحلیلگر سیاسی از آلمان گفتگو می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای احمدی. می‌دونیم که این آقای گنجی اشاره کرده به یک سری اسناد هک شده از مدارک سفر شاهزاده رضا پهلوی که جلوی ملیت ظاهرا خالی گذاشته شده و از طرفی می‌دونیم که ایشون هرگز تابعیت هیچ کشوری رو نپذیرفتن و خدمات کنسولی هم از ایران دریافت نمی‌کنن. به هر حال نظر شما چیه درباره این توییت؟ درود به شما و بینندگانتون. ببینید اینکه شاهزاده تابعیت ایران نداره مشکل شاهزاده نیست، مشکل گفتمان 57 که قصف کرده ایران دیکتو و مثل شاهزاده خیلی هستن. من خود شما رو دچار این مصیبت کرده که باید کشورم رو ترک کنید. من خاطر من خیلی ایرادی در این میبینم که برعکس که شما تابعیت ایرانی تو بخوای تحت هر شرایطی نگه داری و در ضمن از کنسولگری جمهوری اسلامی، چون کنسولگری هم خدماتی که میده تابع در واقع جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، این رو هم نمیپذیری، به نظرم یک شهامت و یک عطبت گذشتگی درش هست و قابل تمدیله. این رو افرادی مثل من و شما که بیرون هستیم و میدونیم تابعیت داشتن یک کشور چقدر میتونه در روال اداری، کار اداری برای ما کارگشا بشه و یک نفر این رو نمیپذیره به خاطر اینکه خط فکریش و جهت فکریش به سمت کشورشه، منظرم حتی قابل تقدیر هم هست. بله و خب به هر حال جمهوری اسلامی ما خیلی یارو میبینیم از افرادی که در جمهوری اسلامی مقام های مختلف دارن، از خود آیت الله خامنه ای که ظاهراً یک عکسی هم از شناسنامه ایشون هست که اصلا متولد نجفن یا لااقل پدرشون متولد نجفه و به غیر از اون اکثریتشون تابعیت دوگانه دارن و خیلی هاشون متولد ایران اصولا نیستن. مثلا همین یک سرچ کوچولو توی اینترنت بکنید به یک توماری برمیخورید از اسمهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی که هیچ کدوم تابعیت ایرانی، حالا تابعیت ایرانی فقطا گرفتن اما متولد ایران نیستن. مثلا سردار نقدی که در همین سرکوب های یک سال گذشته در ایران نقش خیلی عمده‌ای داشت، برادران لاریجانی، دو تا از برادران لاریجانی که مشخصا متولد ایران نیستن، چطوریه که همچین ادعایی مطرح میشه وقتی که خودشون این رو رعایت نمی کنن؟ بله، اول بذارید در مورد بحث تابعیت بگم. تابعیت و سمت دولتی در بعضی کشورها اینجور تعریف میشه در قوانینشون که باید فقط تابعیت خود کشور باشه، مثل ژاپن، نروژ. خب در بعضی جا خیلی صحبتی در مورد این نمی کنن. در جمهوری اسلامی هم قوانینش لااقل بخشش به این اشاره دارد که آنهایی که تابعیت غیر ایرانی دارند، اگر اموال منقولی به طور مثال غیر منقولی دارند، باید اینا تبدیل به پول نقد بشه و این اجازه رو نخواهند داشت این افراد. اما همونجوری که خودتون گفتید این سیستم به اون معنا که یک سیستم ایدئولوژی محوره و برایش خیلی این چیزا مهم نیست و خود مکانیزم ایدئولوژی رو میخوان زنده نگه دارن، بعضا میبینید در نه فقط این فرماندهان، حتی خیلی از آقایون در سمت‌های دولتی مشغول به کار بودن و هیچ وقت حتی قانونی که خودشون رو هم نوشتن در موردش اجرا نکردن، برای اینکه خب طبیعتا این افراد داشتن این سیستم رو زنده نگه داشتن، سرپا نگه داشتن، سرپا نگه می‌داشتن و به آن معنا قانون در جمهوری اسلامی هیچ وقت محل توجه و محل ارجاع نبوده. قانون در جمهوری اسلامی همیشه تفسیری بوده برای اینکه بتوانن اهداف حکومت و اهداف سران رو ببرن جلو و به آن معنا که قانون یک رفرنسی باشه، هیچ وقت در این 14 ما در هیچ نقطه‌ای ندیدیم که محل ارجاع باشه. حتی توی قوانین جمهوری اسلامی این هست که اگر کسی حتی در گذشته نه فقط اینکه حالا متولد ایران نبوده باشه، در گذشته مثلا تابعیت یا اقامت یک کشور خارجی رو داشته باشه، امکان اینکه مثلا کاندیدای ریاست جمهوری حتی بشه یا در مقام‌های مختلف بخواد نقش ایفا کنه وجود نداره، اما خلاف این اتفاق میفته. چطوره این همه تناقض در جمهوری اسلامی در تمام زوایاش، مخصوصا مسئله اداره مملکت به وسیله غیر ایرانی ها، دلیلش چیه واقعا؟ بله،
ببینید همونجوری که گفتم کلن سیستم جمهوری اسلامی همه چیز رو در راستای حفظ خودش عنوان محل قدرت و اصل قدرت استفاده میکنه و به آن معنا که اگه ما بگیم قانون یا عدالت خانه چیزی که در دوران مشروطه محل ارجاع بوده، هیچ وقت در جمهوری اسلامی در گفتمانی در این حکومت برآمده از گفتمان 57 هیچ وقت محل ارجاع نبوده. به همین خاطر غیر از اون نکته که شما گفتید، منم گفتم مثلا یک نکته وجود داره، بند قانونی است که دو تابعیتی ها باید اموالشون حتی یعنی اگر ملکی دارن اینا به پول نقد تبدیل بشه و اصلا اجازه ندارن. اما شما هیچ وقت نمی‌بینید که حاکمیت برای کسانی که دارن بهش خدمت میکنن برای اینکه سیستم رو سر پا نگه دارن این قوانین رو لازم الاجرا بدونه، در صورتی که بله شاید اگر کسی به این سیستم نظری نکنه، به این سیستم همکاری نکنه، این قوانین رو برای اینکه بتونن اون فرد رو باز دارن و به نوعی اموالش رو بگیرن حتما این کار رو میکنن. اما برای افراد خودشون، دایره خودشون، اون حلقه مافیایی، اولیگارشی هایی که سیستم رو نگه داشتن، همیشه دور زدن و خارج از قانون رو کردن یکی از مواردی بوده که همیشه شاهدش بودیم و چیز غریب و عجیبی نیست. خیلی متشکرم آقای احمدی از وقتی که در اختیار ما برای این گفتگو گذاشتید و ممنون از شما بینندگان عزیز که در این گفتگو با ما همراهی کردید. روزتون خوش.